درود بر شما. در اینجا میخوایم چند تا از المان هایی که مقادیر آنالوگ رو میشه باشون نشون داد رو میخوایم در آیX توضیح بدیم. خب اولی به اصطلاح اسلایدر هستش که من این اسلایدر رو اینجا میارم، شما میتونید مقدار رو با این کم و زیاد کنید. مورد بعدی قسمت متر هستش که به صورت خطیه، الان اینجا به صورت افقی هستش. من اگر بخوام توی پروپرتیز میتونم برم و اونو به صورت، یه بار دیگه میرم توی پروپرتیز و هوریزونتال رو میذارم روی ویرچوال که بشه به صورت عمودی. خب این از این. و مورد دیگه هم متر به صورت دایره هستش. خب حالا برای اینکه این مقادیر رو به صورت عدد هم داشته باشم، میام چیکار میکنم؟ یه از اینجا آنالوگ نامریک میذارم و حالا میام یه تگ تعریف میکنم. حالا اینجا دو تا تگ هست، من تگ ها رو پاک میکنم، دوباره یه تگ جدید مثلا اسمشو میذارم آنالوگ یک. خب مقدارش هم مثلا میذارم دیه 6، چون پی ال سی که اینجا دارم دلتا. خب حالا میام توی برنامه دیه 6 رو به همه اینا اختصاص میدم. ببینید توی قسمت جنرال شما یه قسمت سلکت تگ دارین که اینجا میتونین آنالوگ یک رو بهش اختصاص بدین. میام روی متر، این هم آنالوگ یک، بعدی نامریک هست اونم آنالوگ یک، و سلایدر هم اینجا سلکت تگ داره که اونم آنالوگ یک رو میدم. خب الان چون این مقادیر یه جورایی به هم دیگه وصل شدن، من روی حالت آنلاین هم اگر نرم، یعنی آفلاین داشته باشم، باز هم میتونم این مقادیر رو تغییر بدم. ببینید حالا من مقادیر اون ستا رو همه رو گذاشتم 0 تا 100 که شما اینجا بتونید اینو مشاهده کنید، یعنی بازه‌هاشون همه‌شون 0 تا 100. اگر خواستین توی تنظیمات میتونین مقادیرش رو تغییر بدین. خب حالا مثلا از این قسمتی که به صورت پرشونده به صورت عمودی هست کجا میشه استفاده کرد؟ توی مخزن میشه ما از این بیایم استفاده کنیم. یه مخزن آب رو شما در نظر بگیرین. ببینید من میام اینجا، ببینید حالت‌های مختلف رو داره. مثلا اینجا ارو هستش که پیکان ها و جهت های مختلف رو ممکن براش در نظر بگیرید. سنسور، ببینید سنسور های مختلف میاد پایین، شیرها شما اونجا میتونید ببینید، میاد پایین تر، مثلا تانک رو من انتخاب میکنم. خب ببینید یه سری مخازن اینجا وجود داره، مثلا من یکی از این تانک ها رو انتخاب میکنم، این تانک، و اونو میکشم توی برنامه. خب حالا میتونم اینو بیارم بزنم روی این که زمانی که کم و زیاد میکنیم مقدار اسلایدر رو، بیاد به ما نشون بده که مثلا آب داخل این مخزن داره کم و زیاد میشه. خب حالا سوال اینجاست که وقتی من اینو میارم روی این، به این صورت میره زیر این قرار میگیره. برای اینکه بیاد رو، کافی که کلیک راست بکنید و از قسمت اوردر اون حالتی که قسمت نارنجی بالا هست رو انتخاب میکنیم. ببینید این کار که بکنم، این میاد روی این قرار میگیره. یه مقدارم اندازش رو کوچیک میکنم، ولی خب این خیلی جالب نیست. شما میتونید یه سری تغییرات دیگه هم روش انجام بدید. من اینو میارم اینجا، اون توی قسمت جنرال. اینجا تیک داره، تیک اسکیل داره که این اگر بزنم تیک اسکیل برداشته میشه، یه مقدار جالب تر میشه. ولی باز هم این حاشیه‌هایی که دورش هست یه مقدار باعث شده که گرافیک خیلی خوبی نداشته باشه. توی همین قسمت مربوط به جنرال یه گزینه دیگه هم هست که اگر شما اونو تیک بزنید، پس زمینه‌شو میاد از بین میبره. ببینید پس زمینه رو از بین میبره. حالا من اگر اینو بیارم اینجا قرار بدم، ببینید ظاهر قشنگتری خواهد داشت. خب حالا اگر برم روی حالت مثلا آفلاین، شما میبینید که به این صورت من میتونم
آب این مخزن رو بیام نشون بدم که داره کم و زیاد میشه. درسته؟ حالا این که حالا این رنگش به اصطلاح قرمز هست، شما میتونید از قسمت شما هوم و اینجا من رنگش رو عوض میکنم، ببینید اون رنگ اطرافش بود، رنگ خودش اینجا هستش که قرمزه چون آب هستش. مثلا من میتونم آبی بذارم، ببین اینجا یه بار دیگه من میام رنگ خودش آبی، رنگ اسکیل بندی سفیده. مثلا من رنگ اسکیل بندی رو میذارم سبز و میام توی جنرال، تیک اسکیل رو اگر بزنم شما میبینید که رنگ سبز ظاهر میشه که من اونو نمیخوام. اون رنگ سبزی هم که دور هست اونم میتونیم برداریم از این قسمت اگر بشه. خب من الان برداشتم، فقط خود رنگ به اصطلاح فقط خود رنگ داخل مونده که ما میتونیم حالا مثلا چون آب هستش میتونیم رنگ آبی رو بهش اختصاص بدیم. پس توی تنظیمات و مشخصات بیشتر میتونید خیلی راحت یک گرافیک رو تبدیل به حالتی بکنید که ازش توی برنامه میتونید به عنوان نشان دهنده سطح یک مایه در مخزن میتونید ازش استفاده کنید.